جف وال هنرمند کانادایی در نوجوانی نقاشی میکرد. فضایی که وال درش رشد کرد دوران هنر مفهومی یا کانسپچوال آرت بود. هنرمندان این دوران از عکس خیلی استفاده میکردن، اما نه به عنوان تصویری مستقل که به خودی خود شما عقب بیستین و بهش متفکرانه نگاه کنین. عکس بیشتر حالت سند داشت. هر عکس برای مدت کوتاهی قرار بود توجه رو جلب کنه و عکس ها در قالب مجموعه عکس یا کتاب عکس عرضه می شدن. یعنی یکی بعد از دیگری پشت سر هم. اما اینکه عکاس یه دونه عکس بگیره، یه تک عکس که به خودی خود کامل، تأمل برانگیز، فلسفی و لذت بخش باشه و همزمان با زندگی روزمره هم درگیر بشه، این کاری بود که جف وال میخواست بکنه. وقتی مردم به عکس نگاه میکنن، به چیزی نگاه میکنن که توی عکس تصویر شده، نه به خود عکس به عنوان تصویر. علتش اینه که دوربین عکاسی چنان توهم زیبایی از واقعیت خلق میکنه که بسیار شبیه به عملکرد چشم خود ماست. بنابراین وقتی به عکسی نگاه میکنیم، به نظرمون میاد که داریم به خود چیزهایی که ازشون عکاسی شده نگاه میکنیم. مردم انتظار دارن که عکس رو ببینن و بتونن بگن در عکس داره چه اتفاقی میفته. اگه نشه مشخص کرد که در عکس واقعا داره چه اتفاقی میفته، کلافه میشن. انتظار آدم ها از عکس مشابه انتظارشون از اخباره، اما در حقیقت عملکرد عکس خیلی پیچیده تر از اینه. اون چیزی که عکس ها رو برای مردم ساده میکنه توضیحاتیه که در قالب کلمات کنار هر عکس نوشته میشه. اگه این توضیحات رو حذف کنید به عکس ناب میرسین. اون وقت باید طوری باهاش ارتباط برقرار کنین که انگار شعره. اینکه عکاسی به عنوان هنر در ردیف نقاشی و مجسمه‌سازی شناخته بشه سابقه خیلی زیادی نداره. هرچی باشه عکس رو در نهایت ماشینه که خلق میکنه، نه دست انسان. و ماشین هم به نظر میرسه به صورتی صرفاً مکانیکی همون واقعیتی رو که جلوش قرار داشته کپی کرده. عکاس به این ترتیب سنتاً به عنوان هنرمند جایگاهی پایین‌تر از نقاش یا مجسمه‌ساز داشته. از دهه 1980 به این طرف هم این وضعیت به شدت تغییر کرده. امروزه در موزه ها و گالری های معتبر دنیا عکاسی یکی از مدیوم های اصلی هنر شناخته میشه. یکی از هنرمندانی که در این تحول نقش مرکزی ایفا کرد جف وال بود. تفاوت اصلی کار وال با کار عکاسان دیگه این بود که وال فقط یه عکس چاپ نمی کرد، بلکه عکسش رو به صورت یه شیء هنری با مختصات فیزیکی خاص عرضه می کرد. عکس قابل تکثیره، اما شیئی که وال تولید کرده فقط نسخه های محدودی داره. گاهی حتی فقط یه نسخه. عکس‌های جف وال عموماً در اندازه‌های بسیار بزرگ در قاب‌هایی که پشتشون نور نئون قرار گرفته نشون داده میشن. اثر هنری وال در واقع این شیء، نه فقط خود عکس. عکس‌های وال رو قرار نیست در کتاب یا روی مانیتور ببینیم. باید این شیء فیزیکی رو از نزدیک ببینیم، دورش راه بریم و لذت هنری رو با تأمل کردن در هر گوشه و هر جزء عکس تجربه کنیم. اولین کار کاملی که وال به سبک کنونی خودش خلق کرد مربوط به سال 1979، اثری به نام اتاق ویران. عکس صحنه ای رو نمایش میده که به نظر میرسه اتاق ویران شده و به هم ریخته یک زن باشه، سرشار از نقوش و رنگهای متفاوت. اما همزمان شواهدی به ما میگن که کل این صحنه ساختگیه و ما به جای اینکه با اتاقی که واقعا مورد حمله قرار گرفته مواجه باشیم، با صحنه ای طرفیم که اجزاش با دقت کنار هم چیده شدن. اولین بار که وال این اثر رو نمایش داد، این لایت باکس پشت شیشه گالری نصب شده بود، مثل ویترین مغازه در معرض نمایش برای عابران پیاده‌رو و ماشین‌های خیابون، همونطور که کالایی برای فروش گذاشته میشه. این کالا اما این بار تصویر خشونتی جنسی بود.
همون سال 1979 وال اثر دیگه‌ای خلق کرد به اسم تصویر برای زنان. در این عکس ما یه زن داریم و یه مرد در یه اتاق. دوربین همون وسطه. به نظر میرسه عکس توی آینه گرفته شده. اما آیا واقعا در آینه گرفته شده؟ عموما وقتی تصویری تکرار میشه یا بخشش معکوس میشه میفهمیم که عکس توی آینه است. خب اگه در جزئیات این عکس دقت کنیم یه چیزایی معکوس شده. اما اگه نگاتیو عکس رو هم معکوس چاپ کنیم باز همین حالت ایجاد میشه بدون اینکه عکس توی آینه باشه. اصلا چرا فکر میکنیم دوربینی که داریم میبینیم همون دوربینیه که عکس رو گرفته؟ اصلا داستان این عکس چیه؟ اینجا کجاست؟ کلاس درسه؟ استودیوی رقصه؟ استودیوی هنرمنده؟ آیا این عکس یه جور بازسازی ایده سنتی هنرمند و مدل هنریشه؟ مرد هنرمند و زنی که مدلشه؟ آیا این عکس قرار انتقادی به اون سنت محافظه‌کارانه باشه؟ عنوان عکس معنیش چیه؟ تصویر برای زنان؟ یعنی این تصویر برای من نیست؟ یا برای من هم هست مشروط بر اینکه حواسم باشه این تصویریه برای زنان؟ معمای این عکس. به لحاظ هندسی میشه روابط اجزاش رو تحلیل کرد. اما به لحاظ نمادین و اجتماعی ساده کردنش کار خیلی سختیه. من یه زمانی میخواستم یه کتاب دربارش بنویسم. بعد بیخیال شدم. عکس‌های کمی هستن که چنین قدرتی داشته باشن. خیلی از سوال‌هایی که این عکس مطرح می‌کنه در کارهای جدیدتر وال هم مطرحن، اما نه اینطور واضح و روشن. مثلا این تنها عکسشه که توش دوربین عکاسی رو می‌بینیم. Elle est au garage. Allez quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble. Je voudrais rester à côté de toi. تأکید وال در کارهای اولش بر حضور دوربین عکاسی و اشاره هایی که به حضور خود عکاس در اثر میکنه در ادامه سنتی رایج در هنر آوانگارد قرن بیستم بود. در تاریخ آوانگارد هنرمندان زیادی خود فرایند خلق اثر و ابزار کار رو در اثرشون نشون میدادن. مثلا ژان لوک گودار فیلمساز فرانسوی در شاهکار خودش از نفس افتاده محصول 1960 طوری تصاویر رو به هم دیگه کات میزنه که ما بیشتر از اینکه داستان فیلم رو دنبال کنیم متوجه این میشیم که داریم فیلم نگاه میکنیم و این فیلم یه تصویر ساخته شده است. در دهه 1980 اما وال آثاری خلق کرد که سعی میکردن از این سنت آوانگارد فاصله بگیرن. کارهای وال به لحاظ موضوعی البته مشابه همون سنت آوانگارد بودن، یعنی مسائلی از جنس تضادهای نژادی و طبقاتی در کارهاش مطرح می شدن. اما وال این کار رو با خلق تصاویری انجام می داد که به صورتی کاملا منسجم و واحد با زیباشناسی کلاسیک خلق شده بودند. به جای اینکه ما ببینیم که این تصویر محصول کنار هم قرار گرفتن تصاویر متعدده و همه چیزش ساختگیه، با عکسی روبرو میشیم که در وهله اول به نظر میاد در یک آن گرفته شده. با این حال تصویر اونقدر بی‌نقصه که انگار با دوربین عکاسی گرفته نشده، چون دوربین به صورت طبیعی هیچ وقت عکسی که میگیره این طور به لحاظ بصری کامل و بی‌نقص نیست. به نظرم وال به امر مردمی تعهد داره، یعنی موضوعاتی که انتخاب میکنه مربوط به زندگی روزمره است. از چیزهای عکس میگیره که اغلب ما به نوعی تجربه کردیم. اینکه آدمها درست سر جاشون نیستن یا روابط بین آدمها که پیچیدگی پیدا میکنه. همه همچین تجربه هایی داشتن. حالا من فکر میکنم رابطه ای هست بین این موضوعات مردمی و فرم عکس های وال، یعنی اونجاهایی که وال تصاویری بر اساس قواعد زیباشناسی کلاسیک یا پیکتوریال خلق میکنه. این فرمیه که اغلب مردم میتونن باهاش ارتباط بگیرن. البته خیلی ها هستن که معتقدن این کار وال کار خوبی نیست و خلق تک عکسی که در این حد وحدت بصری و انسجام ساختاری داره به نوعی تسلیم شدن هنر در برابر سنت یا در برابر منطق بازاره. وال اما دلش نمیخواد کاری خلق کنه که مردم عادی احیانا نتونن باهاش ارتباط بگیرن. Looking on a picture of a boy falling from a tree. I fell out of a tree when I was a child, so I guess that's why it occurred to me. هر عکس وال اغلب محصول پروسه‌ای بسیار طولانی و تولید مفصل در پشت صحنه است. Maybe we should try a few just to see different ways if there are any different ways of falling out.
وال اول تعداد زیادی عکس آزمایشی میگیره، حرکات بازیگرها رو کارگردانی میکنه و در تعداد قابل توجهی از عکس‌هاش تصویر نهایی حاصل کلاژ شدن عکس‌های مختلف کنار همدیگه است. هرچند ردی از این تکه پارگی در کار دیده نمیشه. That's good. Right in your eye. Right in your eye. You see, we got to find you a way for you to make a mistake. That's the mistake is what's going to make you fall. Okay, so it'll be like... Just do it when you want. Once in a while, I get the taste for doing something that's technically difficult. گاهی هوس میکنم که کاری انجام بدم که به لحاظ فنی دردسره. از چالشش خوشم میاد. همین عکس‌هام البته برای خودم سختن، اما بعضی عکس‌ها به لحاظ فنی آسون‌ترن. مثلا عکسی در آفتاب و در فضای بیرونی آسون‌تره از عکسی که نورپردازی مفصل لازم داره. در مورد به خصوص نایت کلاب، من این نایت کلاب خاص رو پیدا کردم که معماری و رنگ و فرمش رو خیلی دوست داشتم. موضوع عکس در ذهنم مردی بود که توی خیابون گل رز میفروشه. در شبی که بقیه به کلاب میرن و ممکنه بخوان برای دوست دخترشون مثلا گل بخرن. چیزی که حتما شما هم دیده اید. شخصی که با جمعیته اما برای تفریح نیومده. اومده که پول کمی برای زندگی در بیاره. برای همین از بقیه جداست. در ونکوور به این کلاب برخوردم و فکر کردم جای مناسبیه برای این عکس. اما مشکلات فنی و اجرایی زیادی وجود داشت. به خاطر رفت و آمدها و ترافیک نمیشد مجوز لازم رو گرفت که چند روز اونجا کار کنیم. مجبور شدم کل نمای بیرونی این کلاب رو در استودیو بسازم. به نظرم این شگردیه که به خاطر شرایط به این کار تحمیل شد. به خودی خود نکته مهمی نیست. ارزش خاصی هم به عکس اضافه نمی‌کنه. صرفاً از سر اجبار بوده. شاید حتی دلم می‌خواد کسی متوجه نشه که اینجا بازسازی شده. خودم شخصاً نمی‌خواستم کسی بدونه. ولی خب خبرش درس کرد و حالا این هم خودش بخشی از داستان این عکسه. اگه تصویر شما رو درگیر خودش کنه، شروع میکنین از خودتون میپرسین این تصویر چی توشه و چطور خلق شده. اگه تصویر شما رو درگیر خودش کنه، از خودتون میپرسین این تصویر چی توشه و چطور خلق شده. حالا اگه این تصویر نقاشی باشه، بهش نزدیک میشین، به حرکات قلمو دقت میکنین و بعد از نقاشی فاصله میگیرین و کار هنرمند حتی بیشتر براتون جالب میشه. این کاریه که ما تقریباً در برابر هر اثر هنری که دوست داریم میکنیم. حالا وقتی در برابر عکس قرار میگیریم، این سوال که این عکس چطور خلق شده پیچیده تر میشه. مثلا اگه به عکسی مثل تندباد نگاه کنین، همه چیز زیادی درسته. بادی اومده و کاغذها رو تو هوا پخش کرده. یه عده آدم وسط دشت وضع به هم ریخته‌ای پیدا کردن. در نگاه اول به نظر میاد عکسیه که در یک لحظه گرفته شده. اما بیشتر که دقت کنین، فکر میکنین بعید شکار لحظه باشه. ولی مطمئن هم نیستین. ذهنتون رو به بازی میگیره. در واقعیت البته این عکس حاصل ترکیب اجزای متعددیه. این عکس بیش از 20 سال پیش گرفته شده. اون موقع این کار خیلی غیر معمول بود. جذابیت بعضی از کارهای وال همینجاست که نمیدونیم دقیقاً چطور گرفته شدن. چرا آدم‌ها اینطوری ایستادن؟ آیا این دو شخصیت واقعاً یک جان؟ کار وال ذهن ما رو مکرر به پرسش میگیره که این چیه که داریم میبینیم. I think it's to do with this tapping into the essential ambiguity of photography.